اگر کسی یکی از خیشان خود را عمدن و بناحق بکشد از او ارث نمیبرد، ولی اگر از روی خطا باشد، مثلا آنکه سنگ به هوا بیاندازد و اتفاقا به یکی از خیشان او بخورد و او را بکشد، از او ارث میبرد، ولی از دیه قتل ارث نمیبرد. آقای خورسنده خواهش میکنم اینو بخون. این میخونم برای یادمون باشه که همین کتاب هستش که اگر یه نفر چیزی توی دریا پیدا میکنه، یه جواهری رو و میخواد اون جواهر صاحب شه، باید بره خمسش رو بده. شما دقت کنید، یعنی ته دریاها هم مال ولی فقیه که شما اگر جواهر پیدا کنید حتما باید یک پنجمش رو ببرید تحویل بدید که بقیه براتون حلال باشه. اینم خواستم بگم که دوستان اگر رفتن دریا و چیز پیدا کردن مال حرام به خانه نبرن. پس این معذرت میخوام خورسندی، پس این من باز برای اینکه بچسبونم موضوع رو به شعری که میخواین بخونین، پس بنابراین این مسئله در پیوند با این است که یک نفر رو یه وقت سنگی بندازین هوا بیاد پایین، اتفاقی بخوره تو کلش و بمیره، مثلا بابای شما، عموی شما، هر کی باشه، خدای نکرده، و او کشته بشه، بازم ازش ارث میبرین. آقای خورسندی خواهش میکنم. مقلد هست ثروتمند عموی است، به جنبی شانس میآید به سویت، خودت سنگی فراهم کن به زودی، بیاندازش هوا صاف و عمودی، در آن حالت عموجان را بغل کن، دقیقا رهنمون آن محل کن، بکش او را به آن نقطه حرفمند، نگه دارش در آنجا لحظی چند، اگر سنگ آمد و توی سرش خورد، بپر بالا به گولاتاریم برد، خدا ناکرده، اما گر همون سنگ خورد یک بار بر مغز خودت دنگ، امو جان مثل یک انسان مسئول برای کفن و دفنت میدهد پوش.